پس از ایجاد شورای عالی مصالحه ملی، شورای عالی دولت نیز تأسیس می شود. در این شورا قرار است در حل معمای پیچیده صلح کمک کند، اما تا هنوز فهرست اعضای آن ترتیب نشده است، بلکه اختلافات نیز برای انتخاب اعضا وجود دارد. ظاهرا همین اختلافات سبب طولانی شدن اعلان نهایی فهرست اعضای این شورا شده است. درود و سلام خدمت شما، من فرهاد احمدی هستم. در برنامه امشب با شما در مورد ایجاد شورای عالی دولت بحث خواهم کرد. شورای عالی دولت قرار است به منظور مشوره در امور صلح و تصمیم گیری در امورات مهم کشوری ایجاد و تأسیس آن بخشی از توافقنامه سیاسی 28 ثور 1399 میان غنی و عبدالله رهبران هر دو تیم انتخاباتی بود. امید که تا ختم برنامه با من همراه باشید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود دارم خدمت شما بیننده های برنامه صدای شما. همکنون به گونه زنده و مستقیم بیننده این برنامه از تلویزیون جهانی اصلاح هستید. موضوع امشب برنامه ما تأسیس و ایجاد شورای عالی دولت می باشد. قرار است به منظور مشوره دهی در امور صلح و تصمیم گیری در امورات مهم کشوری شورای عالی دولت تأسیس شود. این شورا بخشی از توافقنامه 28 ثور سال 1399 میان رهبران هر دو تیم انتخاباتی یعنی محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله بود که باید تأسیس میشد، ولی حالا قرار است این شورا تأسیس شود. اما ظاهرا اختلافات بر سر تعیین اعضای این شورا نیز وجود دارد. برخی ها انتقاد میکنند از جمله شورای ملی که مجلس نمایندگان در آن حضور دارند که این شورا قرار است در آن چهره های تکراری 40 سال اخیر اشتراک داشته باشند. در برنامه امشب می خواهیم با شما در این مورد بحث و گفتگو کنیم که چرا به منظور به تفاهم رسیدن گفتگوهای صلح هر روز شوراها و نهادهای مختلف تأسیس می شود و چرا تا هنوز اجماعی ملی به منظور رسیدن به صلح وجود ندارد و آیا این شوراهای پی در پی خواهد توانست گره کور و معمای پیچیده گفتگوهای صلح را حل کند یا خیر؟ تا ختم برنامه با من همراه باشید و شماره ارتباطی برنامه زیرنویس تلویزیونتان می‌گردد. می توانید تماس بگیرید و به گونه زنده دیدگاه خود را بیان بکنید. نخست میریم گفته های جمال عبدالناصر حبیبی، رئیس دفتر شورای عالی مصالحه در هرات را با هم می‌بینیم که تهیه شده. میبینیم و میشنویم که در این شورا در مورد شورای عالی دولت چی گفتنی دارند. بعدا با شما بحث و گفتگو میکنیم. ارتباط چگونگی تاسیس شورا خدمت شما و بیننده های محترم شما عرض کنم که تشکیل شورای عالی دولت بر اساس توافقنامه 28 ثور 1399 که بین دو تیم انتخاباتی به رهبری جلادماب دکتر سید عبدالله و جلادماب دکتر سید اشرف غنی ایجاد شد، قرار است شکل بگیره و همینطور که شما در جریان هستین لیست مقدماتی از او روزهای قبل منتشر شد در رسانه ها و اما به خاطر از اینکه قرار است یک لیست جامع ترتیب بشه و نماینده‌ای از تمام مردم افغانستان در این شورا شرکت داشته باشند، رایزنی ها و مشورت ها شروع شده. قسمت نقش شورای عالی دولت در روند صلح خدمت شما عرض برسانم که شورای عالی دولت تقویه کننده شورای عالی مصالح خواهد بود و حتما شورای رهبری مصالح هم از مشوره ها و نظریات
نیک اعضای شورای علی دولت در پروسه صلح افغانستان و مذاکرات رو در رو با طالب ها استفاده خواهند کرد. سلام مجدد دارم خدمت شما. گفته های آقای حبیبی رئیس دفتر شورای عالی مصالحه دفتر هرات را با هم شنیدیم که گفتگویی داشتند در مورد شورای عالی مصالحه. همان قسم که در ابتدای برنامه هم یادآور شدم، پس از به بمب رسیدن یا به بمب خوردن انتخابات سال 1399 قرار بر این شد تا شورای عالی مصالحه ایجاد شود و دکتر عبدالله در رأس این شورا با تکت انتخاباتی خود قرار گرفت. اما بخش دیگری از این توافقنامه ایجاد شورای عالی دولت بود که قرار است حالا این شورا تأسیس شود و نمایندگان در این شورا اشتراک کنند، نمایندگان در این شورا سهم داشته باشند تا هر روز فهرست اعضای این شورا نهایی نشده و تعدادی از خانم ها و تعدادی هم از آقایان رهبران پیشین، اساتید دانشگاه ها و اقشار مختلف در این شورا حضور دارند، عمدتا از رهبران پیشین هستند که در این شورا میخواهند اشتراک بکنند. اما پیش از پیش ظاهرا برخی ها هم نشست یا اشتراک در این شورا را تحریم کردند که گویا اگر نامشان در فهرست انتخابی هم باشد در این شورا اشتراک نخواهند کرد که بنا به دلایل و بنا به موضوعات. سوال اینجاست که نهادهای پی در پی مثل شورای عالی مصالحه، شورای عالی دولت خواهد توانست صلح در افغانستان تحکیم بکنه، صلح در افغانستان ایجاد بکنه؟ و سوال مهمتر از آن این که این شوراها چقدر مبنا و اساس قانونی دارد و چقدر در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان پیش بینی شده همچون نهادهای همچون شوراهای و چقدر این شوراها از نمایندگان دولت از چهره های دلسوز و غمخوار برای مردم تشکیل می شود؟ بینید پشت خط داریم. بله سلام علیکم. خدمت شما هم کاران شما علیک السلام و سلام خدمت شما آقای محمدی، شب شما بخیر، خوش آمدین. محمدی صاحب میشه بلندتر صحبت بکنیم؟ دیدگاه شما رو میشنویم. تشکر. خب من باید یک شرمن باور دارم که این شورا سازی ها فقط یک تعداد دوستایی را به یک منفعت یا معاشی یا تدارکات یا مافیزینی میرسند. در غیر از شورا سازی ها در افغانستان چیز از زمان آقای کرزی و چیز از زمان آقای غنی هیچ عملی نداشته و هیچ منافع بر مردم و ملت و جامعه نداشته. خب اگر منظور آقای غنی هم ایست با شورای دیگری بسازه و تعدادی از سیاسیون و چهره ها را در اونجا بگماره تا اونا برای خود آهید بکنن و معاش زیش بسن و وافیزین داده شد و بخش تدارکات پول داشته چیز نیکیست. اما در غیر از آقای غنی با هیچ شورا با هیچ فرمان خود تا امروز باور نداشته. هر فرمانی که آقای غنی داده فردا خلاف از عمل کرده. ببینید خود شورای عالی مصالحه که شد در رأس از آقای عبدالله آمد و امروز هیچ شرایط آقای عبدالله نداره، فقط یک آدم استنبولی که یک نخواد چیزه. هر وقت که صحبت میشه آقای غنی عرف آخیر باید سیاست جمهوری یا عرف بزنه. خب اگر چرا باید فرمان آقای عبدالله رسول در قدرت آوردی و آقای هم گفتی باری از شونه من سمیتر شورای عالی مصالحه کنه؟ یکی هم که در دوه رفت که ما زیاد شد و بعدا دو ایت هم همیشه جواب بود کسی که در رأس ایت یکی از موره های از آقای غنیه، کسی که سخنگوی ایت باز از موره های آقای غنیه و آقای غنی با هیچ فرمان خود باور نداره و آقای غنی طوری سیاست میکنه که چهره ها را آرام نگه داره و حکومت کنه و این حکومت فقط منافع شخصی هست، منافع مردم و جامعه نه. خب شما یک شورا رو میسازید، تعدادی از بزرگان اینا مشوره دهنده میشن. ما میبینیم که آقای غنی مشاورین زیادی داره. ما میبینیم که اگه در مسائل کرونا هست، در فرودگاه آمد کسایی که در کشورهای عربی میرن و او انصار یک مشاور سایده. ما میبینیم که در یک در بخش معلولین یک مشاور کار میکنه، از یک نهاد در یک پروژه دو کولر میگیره. پس اینا کسایی هم که منابع آیدازی هم، خب اگر این چرا به این چرا شرماور است اینا برم زیر فرمان آقای غنی با اون مشوره بدم او آقای غنی در آخر بگه خوب یا بد. پس من فکر میکنم این شراسازی خیلی از بدبختی و درد و رنج و یک آیدی بر اونا دیگه چیزی میخواد. آقای محمدی چرا 18-20 سال است کمکان که بحث صلح در افغانستان وجود داره،
چرا فکر میکنیم تا یه 20 سال علمو اجماع ملی تا حال شکل نگرفته و یک صدای واحد تا فعلا ایجاد نشده و به وجود نیامده؟ ببینید، ما در 20 سال به زبان کل گفتیم، ما در 20 سال برای فری و ذهن مردم خود کل گفتیم، در حقیقت ما در 20 سال برای نفاق و دوری مردم خود کار کردیم. هیچ یک از این بزرگوارا برای همدیگر پذیری کار نکردن. چون ما دو صدار از این چهره ها نمیشنیم که نوا باتر به وقتی که از قدرت بیرون شد آنقدر میکروبه یکی دیگر، وقتی که در قدرت ما باز میگه همی آدم همه چیز بوده و همه کس هست. پس ما تا امروز به نبیت اکشنان با برزن تا امروز هیچ قدم در سال برنداشتیم. شما میبینیم وقتی ولی ها چی میشه در یک ولایت مردم تجمعات و تظاهرات میکنه، پس ما شما هم دستگی نداریم، هنوز کسی کسی را قبول نداره، هنوز هر کس در منطقه خود رئیس جمهور است، هنوز در صلح هیچ کس صلح اینگونه نیست. ما در زمان هر روز داریم یک شیبات یاد کنیم باشی ها خب در واقع صلح چی که همین فردا صلح میاد در می دعا میرن این آیه را در یک کشور دیگه میدن. این برنامه نظام ما اصلا برنامه حکومت و یا دولت ما اصلا چی؟ آیا او سر هیک آقای غنی زده که شیوه علی مطالیه رو نداره؟ آیا سر تر هیک شیوه علی مطالیه داره آقای غنی رو نداره؟ آیا تر هیک عذاب سیاسی دیگه دارم؟ پس ما تا امروز یک مشت واحد نشدیم، ما امروز بیشتر پارچه پارچه شدیم و هیچ وقت ما برای سر قدم برنزیم. آیا زمینگی سالی چکار میکنیم؟ سپاس از شما آقای مهم. آیا ما ها شنگات میزنیم؟ آیا با محافظه مواد مخدری که تا دروز نان نبیش بخوره امروز میلیاردر شده میلیارد دلار داره تا اون چی میکنید؟ خب زمینه کار بر مردم خود چی دونه ایجاد میکنید؟ اینا همه چیزهای که باید سالها سر از ناکار میکنید فقط یادتای گفته شده و تفرقه بیشتر انداخته شده و جنگ هم بیشتر شده و مردم هم بیشتر. شب شما بخیر آقای محمدی، تشکر از شما. خدا نگهدار. آقای محمدی بودند و صحبت‌هایشان رو با هم شنیدیم در مورد موضوع برنامه. به چند نقطه کلیدی اشاره کردنی که به نوع مصروف کردن افرادی که بیکار ماندند و در خانه هستند، خانه نشین هستند، این شورای افراد رو می‌خواد مصروف بکنه و یا به نوع چوکی پیدا کردن به افراد هست و موضوعات دیگر از قبیل این که اشاره کردند که چرا صدای واحد برای صلح ایجاد نشده. شما هم می‌توانید شماره ارتباطی برنامه زیرنویس تلویزیونتان هست، همکنون می توانید به گونه زنده و مستقیم به تماس شوین و دیدگاه خور با ما و بیننده های ما به اشتراک بگذارین که در مورد شورای عالی دولت شما چی گفتنی دارید و به نظر شما این شورا چقدر می تواند در مسائل مهم کشوری نقش بازی بکنه و چقدر می تواند منافع مردم و منافع کشور را تامین بکنه. بله، سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. وقتی به برنامه تماس میگیریم لطفاً موقعیت درست به خود اختیار بکنیم تا ما صدای شما شفاف داشته باشیم و همچنان صحبت های خود را کوتاه بسازیم. بله سلام علیکم. بله سلام برادر، تماس شما وصل شده. الو. بله برادر، تماس شما وصل شده، میشه صحبت بکنید. سلامت باشین، شب شما بخیر. نام شما و از کجا به تماس شده؟ از ایران به تماس شدم. سیدابت سیدی هستم. آقای سلامت باشین. آقای سیدی میشنویم گفتهای شما. آقابت بخیر، خوب هستم، خیلی هسته. سلامت باشین. لطفا کوشش کنیم صدا مرا از تلویزیون از موبایل داشته باشیم، صدا مرا از تلویزیون نگیریم، از موبایل خود داشته باشیم. صحبت ها شما رو میشنویم. خوب هستم، خیلی سلامت باشین. شما چی دیدگاهی دارین در مورد ایجاد شورای عالی دولت؟ این شورا چقدر میتوانه مؤثر باشه برای کشور؟ شورای دولت هست اگر همه جانبه باشه، همدیگر خود بپذیرم از دیدگاه ما خوبه. اگر یک جانب سرسری از جانب دیگه بکنه خوب، این شورا مثل همون شورایی که پیشتر ساخته بوده و بود دیگر یک نتیجه نخواهد داشت برای از این مردم. بله، یعنی در طول 20 سال کسانی که در رأس هستند همدیگر پذیرفتند، با هم مشترک کار کردند؟ به هر کجایی که از دنیا تفاق نباشه، بیکفرزی باشه، کم دیگر سلطیری نباشه، همون
هر کشور که باشه غیر از افغانستان یا افغانستان از اون کشور مهم میپاشه و نظام از اون، سرنوشت از اون، دولت از اون موفق نیست به کار خوب. بله آقای سیدی، من میخوایم از شما بپرسم این که در طول 20 سال گذشته افرادی که در رأس قرار داشتند با هم توافق داشتند، همدیگر پذیر بودند یا خیر؟ من این 20 سال گذشته اگر همدیگر خوب میپذیریده ما به این روزگار نمیرسیدیم. سالی که در بدر باشیم از یک طرف طالب مار بکشه، یک طرف دولت مار بکشه، یک طرف گوزا و راگیا و رزما و کشورهای خارجی نفع دور کنه. بله، قرار بیشتر افراد و چهره های گذشته، چهره هایی که در گذشته هم حضور داشتند در معادلات مهم کشوری، اینها در این شورا شرکت بکنن و این شورا رهبری بکنن، چقدر خوشبین هستن شما؟ من از دولت مزای خود همین خواهش داریم که همدگر خود بپذیرم یک اتفاق، یک اجماع ملی از همه جانب، از تمام قوم و اقوام جور کنم که بلکه من افغانستان ما ساخته شدی بیشتر مردم معواره بشه. اعمال روزانه به هر مرز که شما سعی کنیم مهداران نفر بیرون میره از کشور و طرف خارج حرکت کرده میره. بله بله، شب شما بخیر، خدا نگهدار شما. شب شما خوش. آقای سهیدی بودند از ولایت هرات. نگفته نباید گذاشت که شما از سر تا سر افغانستان میتوانین و برنامه ای ما تماس بگیریم و از طریق ماهواره تلویزیون اصلاح تماشا بکنین و در برنامه صدای شما سهم داشته باشین. بله، سلام علیکم. سلام و شب شما بخیر. خوب هستین؟ خسته نباشید. علیک السلام، شب شما هم بخیر. انشالله شما هم خسته نباشید. خوش آمدید. تشکر، زنده باشیم. آقای رحمانی هستم، از نای نوم بتماس شدم. آقای رحمانی خوش آمدین. سوالی که از بیننده قبلی کردم از شما هم میپرسم، چهره هایی که در 20 سال گذشته نقش کلیدی و مهمی در کشور داشتند، چقدر با هم توافق داشتند، با هم مشترک برای منافع مردم و اولیای کشور کار کردند؟ به دنبال منافع خود خواستم. خب فعلا هیچ چیره سیاسی به جامعه خدمت نده کرده نیم میکنه. یک نمونه رو مثلا به شما میگم، یک مثالی که از عطا محمد نور که گفتی والی به مزار شریف بوده که خدمت نکرد به مردم، که حالا که والی میاد پولدار هم هست و قدرت هم در دست داره، چرا به مردم مزار خدمت نمیکنه؟ یا جناب جمعیت محمد اسماعیل خان با وقتی گفت جهاد میکردن خدمت میکردن، چرا حالا صدا خود با چند تا جهادی جمع نمیکنه، صدا خود بلند نمیکنه، جلو دوز و قاتل و موبایل دوز نمیگیره؟ بعد که دولت ایجاد شورای عالی میکنه، به این هزینه بی اندازه مصرف میکنه و پول میپردازه، شاید برای از ما معاش بده خوردن و غیره. آیا همین پول به داخل هرات یا به داخل کدام ولایت دیگه سرمایه گذاری کنه، یک منبع کاری که جوانا درست کنه، آیا قتل و کشتار و دزدی اینا کم نمیشه از جامعه؟ حتی سب میشه. جوانی که این روز دزدی میکنه به چه خاطر میکنه؟ به خاطر که بیکاری پول نیه. این به خاطر مهاجرت میکنن، این از هرات از دگاه ولایت ها میرن به ایران، ترکیه و امثال از این کشورها. چرا؟ از بیکاری، از بیپلی. ما به شما خدا شاهد میگیریم که جوانی 16 پاس 17 پاس از اقتصاد فارغ شده، فوق لیسانس با نمره بالا، فیلن تمیزکری میکنه به یکی از نهادهای خصوصی. چرا یک جوان باید اقتصاد باشه؟ چرا یک جوان به کار گرفته نمیشه؟ چرا دولت برای از نور زمینه کار مساعد نمیکنه؟ بله آقای رحمانی، شورای عالی دولت هم سال از این وقت خود خود طلب میکنه. بله، قرار است در این شورا هم چهره های تکراری و چهره های گذشته نقش داشته باشند و اعضای کلیدی باشند. شما به عنوان یک شهروند چقدر خوشبین هستین به این شورا که نتیجه خواهد داد؟ من به عنوان یک جوان، به عنوان یک شهروند شهر، من به این کار اصلا اندازه 1% نیم فیصد هم حتی من احتمال خوشبینی و احتمال خوب شدن من نمیبینم. چون که این چهره های تکراری از اون وقتی که این ها تقاعد کردم و خانه نشین شدم، مثل آقای کرزی و محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور و امثال از اینا، تا از وقتی که اینا به خانه نشین شدن، اینا یک کاری آیا بکردن که ما از این کار از ما قدردانی کنیم که بگیم والله اینا دوباره به یک جا جمع شدن؟ آیا اینا کدام کاری خواهند کرد؟ هیچ نمی کنن. فقط به دنبال منافع خود خواهی باشن.
چون که ریاست جمهوری قدرت آقای محمد اشرف خانی هم داره به پایان میرسه. اینا باید یک بغن یک کار درست کنن که چوکین از خائن به خائن دیگه انتقال بیفته، چون که ما در این دولت واقعا از این دولت هم ما بسیار ناامید هستیم، بسیار بسیار دلشکسته هستیم. جوان ما بیروز از آشنای ما بود که به خاطر یک سکیل به قتل رسیده، اما کسی که به قتل رسانده به محبس بندی بوده پس رها شده. چرا نمیایم این دولت پایه‌گذاری نمیکنه؟ چرا به خاطر صلح این وقت تلاش نمیکنه؟ چرا دولت نمیگه که من شورا جمع میکنم به خاطر ابین بردن طالب، به خاطر آوردن صلح، امنیت، ثبات، کار، فریدی برای مردم؟ مردم حالت این خود خود شخصا اول هم خود خود میدم وقتی که به ما کار مساعد نمیشه، به خانه خوردن نان ندارم، هیچ وقت به خاطر مثلا تظاهرات و حق گیری و به خاطر اتفاق نفاق هم یک جا هیچ وقت ما جمع نمیشیم، چون که خانه برای خوردن چیزی نداره. دولت باید به جای این قسم کارهای بیمعنی بیمسون کردن باید به دنبال عزی باشه که برای جوان ها یک کار مساعد کنه. بله. یک کار برای جوان ها درست بشه که کار بکنن، اینا مهاجر نشن. به خاطر پنج دادن پیشکش یا چهار لک پیشکش جوان میره به ایران به زیر بالی از یک نای مثل یا چای آب خوردن میلون به ایران خود را دست میبر تا نیروهای ایرانی اینا را بین میبره. پس باید این شورای ایجاد بشه که قوم ها تحصوبت، قوم کشی، نجات پرستی، امثال از اینا نابود بشه. بله، این کار از اینا ایجاد شورای عالی دولت یک نتیجه مثبت ایش نمیده، اصلا عقل و منطق قبول نمیکنه. بازم در آخر میگم که این یک اشخاص جمع نکنه که اینا فقط منفعت خود به دست بیارم و جیپا خود پردور کنم و مردم بازم همون قسم گوشنه و آواره بمونه. بله. وقت شما خوب بیننده عزیز، شما رزی بیشتر نمیگیرم، وقت شما خوب، شب شما خدا نگهدار شما. آقای رحمانی بودند بیننده برنامه ما و صحبت های شما رو با هم شنیدیم که در مورد موضوعی برنامه چی گفتنی داشتند و در مورد شورای عالی دولت گفته هایی داشتند که با هم شنیدیم و دیدیم. سوال کلیدی و اساسی اینجاست که چرا همواره وقت نهادهای به منظور حل مشکلات ملی و حل مشکلات کشوری تشکیل میشه به وجود میآید، هفته ها و روزها به خاطر تعیین اعضا چانه زنی وجود داشته باشه، به خاطر تعیین اشخاص چانه زنی وجود داشته باشه، و چرا تا هنوز اجماعی به خاطر حل مشکلات کشوری وجود نداره و چرا تا هنوز به خاطر منافع ملی، به خاطر منافع اولیای کشور چهره های کلیدی و چهره هایی که در رأس هستند و مردم اینها را به عنوان چهره های اصلی و چهره های مشکل گشا در کشور انتخاب کردند، چرا اینها به توافق نمی رسند و چرا با هم نمی خواهند مشترک کار بکنند، نمی خواهند دور یک میز و با یک هدف مشترک و واحد کار بکنند تا اینکه مشکلات مردم حل بشه. آقای رحمانی پیشتر از مشکلات مردم صحبت کردند از چالش ها و ناهنجاری هایی که هم اکنون در جامعه ما و شما در سر تا سر در گوشه و کنار افغانستان حکم فرما هست صحبت کردند. واقعا این مشکلات نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره و نیاز به پشتکار داره. بعد از ایجاد اداره موقت در سال 2000-2001 تلاش بر این بود تا دولت موفق در افغانستان تأسیس بشه، دولتی که بتوانه تمام مشکلات و تمام زخمهای 40 سال جنگ در افغانستان ترمیم بکنه و مردم خسته از جنگ، خسته از فقر و خسته از مهاجرت و خسته از بیکاری به دامان این اداره و به دامان این دولت پناه آوردند. اما با گذشت سالها که امروز 20 سال از آن روز می گذرد، ما هنوز هم چالش های فراوانی داریم، هنوز هم مشکلات فراوانی داریم. عده به حساب های خیلی کلان و حساب های خیلی بزرگ پول جمع آوری کردند و عده هم همکنون حتی نان شب و نان صبح خود را هم ندارند. هر کدام از من و شما اگر در
کوچه های هرات که شهر ما و شما هست در سر تا سر افغانستان بیننده های ما شاید باشند، صدای ما را بشنوند. در هر کوچه چندین گدا امروز دست خود را دراز میکنه در یک کشور اسلامی، در یک مملکت اسلامی که در اونجا همه مسلمان هستند، 99% مسلمان هستند. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم عبدالنسی عزیزی، اما شکر شما برنامه خوب شما. علیک السلام آقای یعقوبی، شب شما بخیر، خوش آمدین، صحبت های شما رو میشنوه. یعنی چه مثال دورار یعنی افغانستان یعنی کار به حال کار سپرده نشد، یعنی شیرای تصمیم گیری که اینا میخواهند بسازن، باز معشفانی خود خود امپراتوری اعلام کرده به کس اجازه کار نمیده کار. بعد کار به دست اهل کار سپرده شد، کسی که از خدا بترسی هم ملت بخود کار به مو آدم سپرده شد، نکاسته منافع شخصی خود چهار تا رهبر که این از این ترس به خود طالبان نرند رفت از اینا قوی نشه، باز یک چند روز معاملات سیاسی که زادبان داره بین خود رو دارم امتیاز طلبی هایی میکنن باز فلان حزب و فلان حزب و همون قرار مخش رو در خود جمع میکنن دیگه به نفت به نفت فکر نکنه این باشد، باید دولت ایجادش باشد تره داشته باشد، شما به سطح شهر وقتی بیری بشنید نیرو امنیتی میبینی خود شما داخل اون پستک هستن یک 30% یک پنجره گرد که باز بدن کشت اون پنجره مردم رو نگاه میکنن، اگه 10 نفر یا 5 نفر درگیری بشه اینا دخالت نمیکنن، بعد مردم احساس کنم و به ایران 111 و جشه رو زنگ زدن 110 بسیار دیگه همون شما به این 119 اینا جور کردن زنگ زنیم به 20 دفعه اینا گوشی خواهر نمیدارن، اینا هم تجارت میکنن، اینا قصد ملت واقعا نیم داره قصد ملت قصد ملت داره نداره، اگر نه ما حالش فکر کنیم چی معادیم داریم آلو شیرین داریم، اما مهاجر به کشورا دیگه با دم کنی همسایر میزنیم بابا جان با ما برق بده او بده کارگر ما قبول کن، انمی باید دست انسان های شفاف از خدا بترسن، علم کافی داشته باشن از آخرت از این دنیا و از این دنیا، شما به 40 سال زندگی ما شما معلوم نیه 7000 سال 8000 سال زیر خاک باشیم یک روز قیامت چه از خاک بلند، اما آدم عاقل نیه همین 40 سال به 7000 یا معلوم نیه 5000 سال خداوند میدانه ایشته معامله میکنه، یعنی که شما همین ایراد 15 روزه داره 15 روزه چی نیازه باید دو جا جور کنن که تصمیم گیری اونجا بشه از امنیت ملی از اردو ملی از پلیس ملی امی 15 نهر بیارم به دو مرکز تصمیم گیری امی در وازای شهر باید به هر گروز نیرو از اینا تبدیل شه، اینا یک ماه و دو سال نستن، شما چرا در شرولی نمی کنه به مدت 20 سال ده تا چرخ پس کنه کسای شرولی 20 ساله یا 18 سال کار میکنن یه دیگه هم حال میفهم و چارش پیدا کردن که چی دارم سیل پیدا کنن آقای یعقوبی. بله میشه صحبت آخر کوتاه بکنین در دقایق آخری برنامه هستیم دیگه ما چیزی دوستانی ندارم، فقط ما همکاری به دولت داشته باشن انسان های خوب در رفت بیاین در رفت والایات در رفت غمندنی ایمنیه و این شیرا هم که ما خوشبینی اینا معامله دارن با 4 تا با 4 دینار میگیره امتیاز داری میدن، تشکر از شما وقت شما شب شما خوش، خداوند نگهدار شما با عزت باشین. بیننده های خوب برنامه صدای شما، این بود برنامه امشب که تقدیم حضور شما گردید. در برنامه امشب بحث ایجاد شورای عالی دولت را بررسی کردیم با هم گفته ها و نظریات جمال عبدالناصر حبیبی رئیس دفتر شورای عالی مصالحه هرات را با هم شنیدیم که در مورد تأسیس و چگونگی این شورا صحبت کردند و همچنان در مورد تعیین اعضا، در مورد شخصیت ها، در مورد کارکرد شورا هم بیننده های ما آقای محمدی، آقای رحمانی، آقای سیدی، آقای یعقوبی و بیننده های دیگر ما صحبت کردند و هر یک گفته های خود را داشتند در مورد موضوع برنامه. شما هم اگر می خواهید در برنامه صدای شما شرکت بکنید و دیدگاه خود را در مورد موضوعات داغ برنامه ما به اشتراک بگذارید، هر شنبه شب ساعت 7:30
و هر چهارشنبه شب ساعت 7:30 میتوانین بیننده این برنامه باشین از طریق تلویزیون جهانی اصلاح و در برنامه سهم بگیرین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند مهربان می سپارم. شب روزتان خوش. خداوند نگهدارتان.